ما بر اساس اون شرایط که اردومون انجام دادیم، کارامون انجام دادیم، تا من این آقای اکبر دوست دارم عزیزان توجه داشتن، تا یک روب به دو که ما اومدیم پایین که دو حرکت کنیم، دیدیم جمعیت غیرعادیه. وقتی ما فکر کردیم این همیشه است، ولی دیدیم تجمعش خیلی بیشتر، همیشه مثلا 100 نفر 200 نفر می اومدن، وقتی ما دیدیم نزدیک 2-3 هزار نفر هستن و درب هتل هم بسته بودن، حالا با یه بندی تنابی، حالا تو فیلم هم هست. خب من به آقای فتایی گفتم آقای فتایی شما برو این چیه مشکل چیه؟ بعد اومدیم دیدیم که گفتن آقا خواستشون این بود که به هر حال تیم بازی نکنه. ما همون موقع با مسئولین بالاتر، با آقای البته بنده نه چون کار مدیر تیمه، آقای فتایی که جا داره از ایشون هم تشکر کنیم، گفتیم با آقای تابش آقای نیکفر تماس بگیریم. این عزیزان هم با آقای عظیمیان تماس گرفتن که خارج از کشور بود. آقای قلنوی، من دیدم حالا قبلا هم توی مصاحبه اینها بیان شده بود، تو فکر کنم که مردم در جریان هستن. یه سوالی من بپرسم، حالا بعد از این میخوام بگم که اصلا آقای تابش بحثش این نبود. وقتی دید شرایط غیر عادیه و سلامتیه، ببین آقای اکبری، همه اینا، ببین همه وظیفه همه دولت شما همه اینه که به جامعه نشاط بدیم، سلامت جامعه، امنیت جامعه مهمه دیگه. اون موقع شرایط غیر عادی بود. آقای تابش رفت از مقام بالای استان که استاندار بود کسب تکلیف به خاطر بود. در واقع اون تجمعی که جلوی شما میگین به خاطر تجمع بعد اینکه حالا بازی بشه نشه، ایشون حالا شاید اون شرایط به هر حال بهش فشار اومده بود، ولی رفت از آقای استاندار کسب تکلیف کنه. آقای استاندار هم با 2-3 تا وزیر صحبت کرد، قرار بر این شد به خاطر مسائل ملی این بازی انجام میشه. حالا من یه سوال دارم از این عزیزان، اون موقع مسائل ملی بود، الان مسائل ملی نیست، چطور بعد یک هفته همه بازی ها تعطیل؟ میخوام بگم که به هر حال قوانین شاید در روز، در هفته، در ساعت عوض بشه.